بسیار تشکر و دوباره خوش آمدید. تصاویر فوق العاده جذاب را دیدیم و انشالله که لذت برده باشین. هر چیزی که در افغانستان برگزار میشه قطعا برای ما هم جذاب و تماشایی خواهد بود و ما بریم سراغ ولایات ما، از ولایات ما دیدن کنیم که بسیار جذاب هست و این سبب میشه که ما افغانستان و دوست داشتنی خود در هر نقطه‌ای که میریم میبینیم برای ما حس خوشحالی میده، چرا که وطن ماست، وطن خود باید دوست داشت. فعلا هم در برنامه ما بسیار مهمان عزیز دارم، انجینیر خلیل الرحمن عیار، مسئول روابط خارجی مؤسسه مطالعات توسعه اقتصاد افغانستان یا کاوزر هستن در استودیو با ما که بیشتر با شما با ایشان صحبت میکنیم و همچنان صحبت هایشان در پیوند به یک از موضوعات جالب خواهد داشت. انجینیر خوش آمدید، وقت بخیر. سلام خدمت سروش جان عزیز، خدمت همکاران تخنیکیتان و یک سلام پر از محبت خدمت تمام کسانی که ما را از پرده تلویزیون آریانا تماشا میکنن. امیدوارم که یک صبح خوب و خوشی را آغاز کرده باشند. بسیار تشکر. شما طرح جشنواره محصل برتر سال 2022 را در پیش دارین. چی هست این برنامه؟ تشکر آقای سروش. بله، ما مؤسسه مطالعات توسعه اقتصاد افغانستان به خاطر تشویق و قدردانی و به خاطر انگیزه بخشیدن به جوانان و نسل کشور، بالخصوص محصلین ممتاز کشور، یک طرحی را ایجاد کردیم، یک برنامه را ایجاد کردیم که به نام جشنواره محصل ممتاز است. چون که شرایط قسمی آمده که جوانان انگیزه خود از دست دادین، به خاطر این ما جشنواره محصل ممتاز در سر تا سر افغانستان ایجاد کردیم و هدف ما یگانه هدفش تشویق محصلین و قدردانی از کارکردهایشان است و دیگه ما می‌خواهیم توسط برنامه ما جوانان را تشویق کنیم که کشور ترک نکنن، امید افغانستان هستن و امینجا باشن، وطن خدا آباد کنن. درست شرایط یا پذیرش در این برنامه چگونه است؟ ما به خاطر پذیرش جوانان و یا کاندیدهای جشنواره ما از طریق دو مرحله انتخاب می شود. مرحله اول این است که کسانی که در سطح پوهنزه‌ای ها، در سطح دیپارتمنت ها و در سطح صنفای خود اول نمره، دوم نمره و سوم نمره و کسانی که فیصدیشان از 80% یعنی بلند باشه، اونا کسایی هستند که شامل کاندیدای جشنواره محصل ممتاز شده میتونن. و دومگی طرح ما این است که مثلا بعضی از محصلین ما است که اونا فیصدی نمراتشان از 80% پایین است، ولی یک کسایی هستند که خلاقیت دارن، نوآوری دارن، تجربه کاری دارن. ما اونمو کسایی را که تجربه کاری دارن، خلاقیت دارن، نوآوری دارن و یا محصلینی هستند که یک چیزایی را اختراعات کردین و یا مثلا به طور رضاکارانه در کدام نهاد، در کدام مؤسسات انجیو و یا مؤسسات و فعالیت‌های رضاکارانه داشتین، ما اونا را هم در پروسه دوم ما در برنامه جذب میکنیم. چگونه جذبشون میکنین؟ چرا که شما یک از موضوعات که داشتین شرایط اشتراکتان نیست که باید شامل اول، دوم، سوم صنف خود باشن، بالاتر از 80%. قسمی که براتون گفتم آقای سروش، اینمی محصلین ممتازی کشور، ما زمانی که مثلا طرح جشنواره را برگزار کردیم، شخصا خودم به عنوان مسئول روابط خارجی مؤسسه مطالعات توسعه اقتصاد افغانستان با تمام پنتونای کشور خصوصی دولتی یک تفاهم نامه را امضا کردیم. مثلا با پنتونهای کابل، پولتکنیک، با پنتونهای پروان، مثلا با پنتون الویرونی، پنتونهای خصوصی مثل پنتون رنا، پنتون کاتاب. این پنتونها در کل ولایت شما اقدام کردین یا تنها در چند ولایت؟ بله، در چند ولایت، ولی کسایی که در جشنواره شرکت کردن از اکثریت ولایت. با زمانی که همراه رؤسای پنتونهای کشور ما ملاقات داشتم، یک تفاهمنامه امضا کردیم. اونا اولا ما را تشویق کردن و بر ما وعده دادن که تمام محصلین ممتاز و فعال خدا که در سطح دانشکده‌ها اول نمره، دوم نمره و سوم نمره باشن، در جشنواره برای ما معرفی کنن و زمان شامل پروسه ما می شوند که اول میان دفتر ما ثبت نام میکنن و ما برشان کارت محصل ممتاز یا برتر سال 2022 را برشان میتیم. زمانی که کارت گرفتن، باز در روز جشنواره اونا میان اشتراک میکنن و من حیث محصل ممتاز مؤسسه مطالعات توسعه اقتصاد افغانستان سرتیفیکیت های معتبر اونا را تشویق و بعضی جوایز برشان عطا میکنن. شما فقط شما این جشنواره را فقط به خاطر تشویق میگیرن؟ بله. رقابت وجود نداره؟ نه خیر، اصلا رقابت وجود نداره، به خاطر که در افغانستان محصلین ممتاز بسیار زیاد است. مثلا در اینمی خود برنامه ما تقریبا 500 محصل ممتاز از سر تا سر کشور ما اینجا جذب کردیم که از طبقه عام، از طبقه ذکور و اناث می باشه و پیش ما تمامش محصل ممتاز است. اونم کسایی هستند که فیصدیشان از 80% بلند باشه و یا کسایی هستند که فعالیت‌های رضاکارانه و یا تجربه کاری و یا کسایی هستند که مخترعین هستند. اوارا ما میخوایم تشویقشان کنیم و قدردانی از کارکردهایشان داشته باشیم و یک انگیزه برای فردای بهتر برشان داشته بدهیم که این کشور را ترک نکنن، در افغانستان بمانن و بعضی فعالیت‌های خوبی را برای محصلین دیگر انجام بدن. میخوایم سوال بپرسم که دو جز داره. جز اول، اولین بار است برگزار میشه یا نه؟ دوم، موضوعی که شما در جشنواره چه جوایزی در نظر گرفتید؟ در رابطه با جواب سوال اولتان بگویم که جشنواره محصل ممتاز، بله، این اولین بارش است که مؤسسه ما و خود ما کسایی هستیم که به صورت اولین بار از در افغانستان اقدام و ای کار کردیم که جشنواره محصل ممتاز در سر تا سر افغانستان، سر تا سر کشور برگزار کردیم و انشالله بعد از این پلان‌های آینده داریم برای محصلین. و در رابطه با جواب سوال دوم ما باید بگویم که ما چیزایی را که مثلا بر محصلین ممتاز آمادگی گرفتیم که برشان عطا کنیم، یکی خب بعضی سرتیفیکت های معتبر است از طرف مؤسسه ما و دومی که بعضی جوایز است و سومی که ما قسمی که پیشتر براتون گفتم تفاهم نامه با بعضی از نهادهای خصوصی داریم، میخوایم بر اونها یگان اسکالرشیپ، یگان بورسیه رایگان بدیم، مثلا بورسیه رایگان انگلیسی، بورسیه رایگان مثلا صنف کامپیوتر و به تمام محصلین، مثلا کسایی که اقتصاد میخوانند در بخش های اقتصادی و کسایی که انجینری میخوانند در قسمت های مضامین انجینری برشان اسکالرشیپ گرفتیم از بعضی نهادها و برشان در روز جشنواره ان شاء الله عطا میکنیم. درست. جشنواره تان در کابل برگزار میشه و بله. ولایات و کسانی که از ولایات در جشنواره حضور پیدا میکنن چگونه حضور مییابند؟ بله، جشنواره ما خوشبختانه روز یکشنبه در کابل برگزار می شود و انشالله ما با تمام محصلین ممتاز کشور که ما برشان گروپ ها جور کردیم، مثل نخبگان افغانستان، ما اونا رو در گروپ ها اد کردیم و از طریق گروپ ها برشان ما میگیم که بس روز یکشنبه جشنواره است باز حضور پیدا کنند و محصلین ممتاز بسیار شوق علاقمند هستند و علاقمندی به این نشان دادین که گفتین که ان شاء الله حتما حضور پیدا میکنیم در برنامه. درست. تا حال نتیجه کارتون چی بوده؟ نتیجه کار ما خیلی عالی و دلچسب بوده و تقریبا ما 500 دانه محصل ممتاز از سر ولایت‌های افغانستان، بالخصوص پهنتون‌های خصوصی و دولتی، جمع‌آوری و لیستشان جور کردیم و قرار است که روز یکشنبه برنامه را شروع کنیم بخیر، یعنی فردا بخیر. باز در این برنامه تمامشان وعده دادین که حضور پیدا میکنن و بر علاوه آن در این برنامه ما تمام رؤسای پنتونهای ولایت، جناب معاون صاحبای امور علمی، جناب معاون صاحبای امور محصلان و افراد مؤثر در جامعه، سخنرانهای برتر و دیگه از شاید از هیئت رهبری امارت اسلامی هم شرکت کنن. درست. یک موضوع رو ما میخوایم برمون آخرین پرسش بپرسم که فکر کنم فرصت ما کم است، ای که شما این برنامه را با چه انگیزه‌ای شروع کردید و شما با چه حمایت شروع کردید این برنامه را؟ آقای سروش، باید در قسمت ای براتان بگویم که انگیزه ما یگانه ای بود که باید محصلین کشور کسایی هستند که حق دارند باید تقدیر شوند و تشویق شوند. بالخصوص در این شرایط فعلی ما اکثریت محصلین میبینیم که کشور خود را ترک میکنند به خاطر فقر، به خاطر شرایط ناگواری که در افغانستان حکم فرما شده. به خاطری که ما باید کسایی باشیم که یک انگیزه ببخشیم بر او، یک امید ببخشیم، یک کسایی باشیم که امید بخش بر زخم‌های محصلین کشور باشیم، یک کسایی باشیم که امید بدیم که افغانستان جور شدنی است و ما حامی شماست و ما همیشه در کنار شما هستیم و با برنامه‌های متفاوت خود 24 ساعت در خدمت شما هستیم. و در رابطه با سوال دومتان بگویم که متاسفانه تا فعلا کدام ما اسپانسر یا دونر خارجی و نه داخلی داریم و متاسفانه ما را تا هنوز کسی اسپانسر نکرده. بسیار تشکر انجینیر خلیل الرحمن عیار که آمدید در برنامه. ان شاء الله بر شما و تیمتان موفقیت می‌خوایم. تشکر از شما، که تشکر از دعوتتان. بسیار تشکر. بعد از وقفه برمیگردیم، همچنان هستیم با شما ادامه برنامه صبح زندگی و حفیظ جان رفته به سطح شهر ببینیم چه گزارش تهیه کردن. وقفه.